بازی رو برد. تا ما از آن اطلاع پیدا کنیم و به علت بدی هوا نیویورک تصویر قطع و وصل می‌شود. بار دیگر برگزیده شدن آقای علی دایی به مرد سر فوتبال آسیا را تبریک می‌گویم. بهروز از نیویورک. احتمالاً زمانی که ما داشتیم مسابقه فوتبال رو پخش می‌کردیم این فکس رسیده. مسابقه فوتبال قبل از برنامه ما برای کسانی که در آمریکا هستن پخش شد. منتها شما دارید شبکه جام جم یک رو نگاه میکنید، یه تلفن هم داریم مسابقه فوتبال رو باز هم برای شما پخش میکنیم تا بتونید نگاه بکنید مجددش رو. حیف این فکس محترم همینجوری پشت سر هم کاغذ داره ارسال میشه ولی به دست ما نمیرسه. یه تلفن داریم. قبل از این که تلفن رو با هم دیگه جواب بدیم، ما یه میهمان عزیز توی برنامه‌مون داریم. من فقط این میهمان خودمون رو معرفی میکنم و بعد باهاش صحبت میکنیم و عرض خواهم کرد که چرا دعوتش کردیم که امشب بیاد به استودیو برنامه ارتباط. هومن شهبندی میهمان امشب برنامه ما هست. شعر میگه الان یکی از همکارای خودمون هست در شبکه جام جم. اگر هومن جان میخوای صحبت بکنی شما بفرمایید، بعد اون تلفن رو جواب بدیم که پشت خط چند دقیقه هست، پر تلفنش هم زیاد نشه، بعد با هم دیگه صحبت میکنیم. ولی شما لو ندین که برای چی اومدین امروز توی برنامه. قطره اشکم که از چشم فلک افتادم، زیر پایش آدمی تنها و تک افتادم. در گذرگاه زمان و در مسیر زندگی همچو گردانم که گویا در الک افتادم. به نام خدا. سلام و شب بخیر یا صبح بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم هر جای این گیتی پهناور که هستید روزگاری خوش داشته باشید. بح بح. در خدمتون هستم. قربانت، خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، بفرمایید. خواهش میکنم جانم. الو، سلام جناب سفتری. سلام عرض میکنم، حال شما چطوره؟ شبتون خوش قربان. متشکر. اولا میخواستم خدمتتون عرض کنم که امشب دل ماها رو خیلی سوزوندین با نشون دادن اون رستوران خیلی قشنگتون و با اون کلپاچه ها. حدس میزدم دلتون بسوزه. خب ما الان خودمون هم هوس افتادیم، یعنی گفتیم حتما بعد از برنامه با بچه ها بریم، همینجا نزدیکم هست، سر شهر پارکوی برای جام جم. گفتیم حتما بریم با هومن و بچه های دیگه. جانم انشالله که میرین و جای ما هم خالیه. والا ما مخلص شما هم هستیم. به هر حال خیلی خوب میدونین کجاها رو به ما نشون بدین دلمون بسوزه. به هر حال ازتون ممنونیم به خدا، برای که بیشتر باعث میشه که چیز خیلی کوچولو رو ما رو بیاد خاطرات بسیار بزرگی میندازه و بیشتر میس میکنیم و حتی زودتر انشالله که بتونیم بیاییم. انشالله خدمتتون عرض کنم که برنامه شما رو، چیزی که دیگه از همکاراتون از من پرسیدن، تصویرتون خیلی خوبه در فلوریدا. بله. درست قبل از طول برنامه شما چشم‌انداز بود. درسته. بلافاصله برنامه شما اومد و هیچ ما مشکلی از تصویری در جنوب آمریکا نداریم. به هر حال ما الان فعلا داریم برنامه شبکه جام جم یک رو برای شما پخش میکنیم. بغیر از برنامه ارتباط که زنده و مستقیمه و زمان پخشش میرسه، بقیه برنامه الان مربوط میشه به اروپا تا اون اشکالمون برطرف بشه و بعد دیگه شما برنامه مخصوص خودتون رو نگاه بکنید. به حال مسئله دیگه اینه که چون میدونید که وقت همونجور ساعت 11 مونده و ما دیگه یواشاش برای که صبح 5 بیدار میشیم باید بریم بخوابیم. من خواستم از خدمتتون عرض کنم که حالا که سر شب مسعود آقا ساعت 11 من 5 صبح بیدار میشم دیگه. 5 صبح بیدار که حدود 7 سر کار باشیم. به هر حال نه برنامه شما ما ضبط میکنیم و هر شب ضبط میکنیم و نگاه میکنیم. میخواستم خواهش کنم ازتون که جناب دکتر هادی بالاخره مشخص شد کی میان یا نه. بله بله، ایشون گفتن که بعد از تاسوعا عاشورا تشریف میارن به برنامه ما. خیلی وقت دنبال این قضیه هستیم، هم ایشون مشکلات دارن، گرفتاری دارن، هم بعد از تاسوعا عاشورا میان توی برنامه. بعد از تاسوعا؟ بله بله، 100%. من به هر حال دیگه وقتو نمیگیرم و متشکرم، بهتون سلام میرسونم و شبتون خوش. قربان شما، خیلی لطف کردید مسعود آقا، خدا حافظ شما، شبتون بخیر. خب من حالا خدمتون عرض میکنم که به چه دلیل هومن شهبندی رو دعوت کردیم که امشب بیاد توی برنامه ما. وقتی که شبکه جام جم یک را افتاد و ما ارتباط برقرار کردیم با هموطنانمون، خیلی ها آمدن به ایران، سر زدن رفتن، خیلی ها مشمول بودن، بعد می رفتن نظام وظیفه، از اون مهرای
ورود به ایران استفاده کردن، رفتن توی سفارتخونه ها، برگشتن، آمدن به ایران، یه سه ماهی موندن. خیلی‌ها تصمیم گرفتن که بیان توی ایران زندگی کنن، خیلی‌ها آمدن سرمایه گذاری کنن، خیلی‌ها آمدن توی ایران سر زدن، خوششون نیومد از شرایطی که وجود داشت، برگشتن رفتن. خیلی‌ها تصمیم گرفتن که بیان برگردن و باز دوباره سر بزنن به ایران، بیان به قوم و خویشاشون سر بزنن. خیلی‌ها هم تصمیم گرفتن که بیان توی ایران و بمونن و زندگی بکنن. یکی از اونهایی که بیننده برنامه ما بود و اتفاق بود واقعا برای ما و همیشه با هم ارتباط تلفنی برقرار می‌کردیم، تماس تلفنی برقرار می‌کردیم و آمد و در ایران موند و زندگی کرد و الان خیلی جالبه این موضوعی که دارم عرض می‌کنم خدمتون، تبدیل شد به یکی از همکارای خودمون، هومن شهبندی بود. من یادم میاد توی برنامه تماس 77 که اجرا می‌کردم یا آقای زنگ زد گفت من هومن شهبندی هستم، از برنامه تعریف کرد، یکی دو بار انتقاد کرد، یه شعری خون و بعد یه دسته گل فرستاد. کات یه ماه بعد باز دوباره تلفن زد، با همدیگه صحبت کردیم. کات دو ماه بعد میپرسید که شرایط در ایران چجوری هست، بعد برنامه جام جم نگاه میکرد، بعد اظهار دلتنگی کرد، بعد اون آمد به ایران، نمیدونم چند ماه طول کشید آمد به ایران، بعد اومد توی ایران، توی ایران زندگی کرد، گذشت، ازدواج کرد. قبل از اینکه ازدواج بکنه اومد توی جام جم برای خودش کاری پیدا کرد، شغلی دست و پا کرد و الان همکار ما هست توی جام جم، توی شبکه خبر تهیه کننده هست، گزارش تهیه میکنه و یکی از همون بیننده ها بود، مثل شما که دارین الان برنامه ما رو نگاه میکنید. آمد توی ایران و تبدیل شد به همکار ما. هومن شهبندی کارهای مختلفی بلده، از جمله یکی از اون کارهایی که خیلی زیباست و خوب از عهدش برمیاد، نمیدونم میشه اسمش رو گذاشت کار یا هنر، شما هرچی که مایل هستید، شعر گفتن. هومن یک طبع بلند داره و احساس بسیار ظریف و شاعرانه. من خیلی صحبت کردم در مورد هومن، اما اینا لازم بود که در موردش صحبت بکنیم و معرفیش بکنیم. الان بعد از 2 سال که بیننده ما بود، هومن میهمان برنامه ما هست و همکار ما هم هست. اینجوریه دیگه نه؟ خب من سزاوار این همه تعریف نیستم آقای صفدری، ممنون. ما مخلصی، من اصلا تعریف نکردم، شرایط رو تعریف کردم که چی شد که شما آمدید به ایران و چی شد که الان نشستین روی این صندلیه و داریم با همدیگه صحبت میکنیم و حالا بیننده ها دارن تصویر شما رو نگاه میکنن. حالا خودت بگو چی شد اومدی به ایران؟ والا من فکر میکنم آقای صفدری، همیشه هم گفتم که شما و جام جم علل خصوص برنامه زنده تماس 77 که 1.5 ساعت اون موقع توی اروپا پخش میشد، نقطه عطفی تو زندگی من بود. یعنی اینکه ما هر کاری که داشتیم ساعت 8 شب به وقت اروپا که 10:30 تهران میشد، هر کی آب و آتیش هم دستش بود میذای زمین و میذاشت جلوی تلویزیون. یکی از اونام من بودم و واقعا به برنامه‌تون ارادت داشتم، چون برنامه‌تون فوق‌العاده خوب و آموزنده بود و اون برنامه‌ای که خیلی همه ما رو تکون داد، علل خصوص من، برنامه‌ای بود که با آقای هادی، دکتر هادی مصاحبه می‌کردین. آقای هادی میگفتن اونا که چند سال هست در خارج زندگی می‌کنن، حالا بنا به دلایلی رفتن کار، مریضی، هزار یک جور داستان‌های خودش، میتونن برگردن ایران، هیچ‌گونه مشکلی ندارن. و یه روز من رفتم سفارت، گفتم آقا من می‌خوام برگردم ایران، برم ببینم چه خبره. مشکل نظام وظیفه داشتم که اومدم و اینجا مشکل رو حل کردیم و الحمدلله برگشتم و دوباره به همون جایی که فرمودین اومدم برای همیشه در مملکت. که اومدی ایران دیگه موندی دیگه ایران دیگه نرفتی؟ اومدم نه، اومدم ترتیب کار نظام وظیفه‌مو دادم، سربازیمو درست کردم، بعد برگشتم اونجا، چون بالاخره خب الان 15 سال اونجا بودم، خونه و زندگی و کار و همه چیزا رو داشتم. حساب اینا رو همه رو تفکیک کردیم و خلاصش کردیم و اروپا رو بوسیدیم و برگشتیم. دل کندی اومدی؟ دلی نبسته بودم که بخوام دل بکنم. به خاطر مریضی پدرم رفته بودیم و اونجا دیگه موندگار شدیم. دیگه مریضی قلب پدرم جراحی کرد، دکتر گفت بعد بمونی یه سال تحت معالجه من باشه و دیگه ما موندگار شدیم. شوخی شوخی موندیم به همین سادگی. و هیچ وقت من اصلا کسانی که الان برنامه رو در اروپا میبینن و تصویر ما رو دارن، اونا که منو میشناسن کاملا میدونن که اصلا با اون محیط من کنار نیومدم. اصلا یعنی هیچ وقت نتونستی باشون کنار بیای؟ اصلا نشد که با فرهنگ اروپایی من کنار بیام. و یکی از چیزایی که خیلی راحت تونستم از اونجا بیام، همین نداشتن دلبستگی و وابستگی هایی بود که اونجا. خب حالا میایم در مورد دلبستگی ها وابستگی هاش به ایران هم صحبت میکنیم. منتها بذار هومن جان اجازه بده
یه گزارش دیگه داریم، این گزارش هم با هم نگاه بکنیم. این گزارش هم باز مربوط میشه به همون باشگاه جام جم اگه یاد باشه. بله. تو اروپا هم. بله. در موردش صحبت میکردیم و ایرانیایی که وارد مملکتمون میشن و بعد باشون گفتگوهایی رو انجام میدیم. باز هم ادامه همون گزارش سری قبل هست که توی باشگاه جام جم، دفتر جام جم، چند تا از ایرانیای مقیم خارج از کشور حضور پیدا کردن و باشون گفتگو انجام دادیم. یه بخش دیگه از این گزارش رو نگاه میکنیم و بعد برمیگردیم و با هومن در مورد آمدنش به ایران و غربتش و این روزهایی که داره بهش میگذره صحبت میکنیم. نگاه کنید لطفا. هومن جان یک کمی برای ما از خود صحبت کن که اونجا چی کار کردی، شغل چی بود، درس میخوندی، فارغ التحصیل چه رشته‌ای هستی، بعد که آمدی ایران الان چند وقت دقیقا ایران هستی؟ الان نزدیک 6 ماهی میشه که شش ماهی میشه که. خب یک کمی در مورد اونجا برای ما صحبت بکن، اونجا چی کار میکردی؟ والا اونجا که خب من درس میخوندم، خب. فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی هستم و مهندس برقم. من بیشتر اونجا درس خوندم و اینکه دوره خبرنگاری رم دوره مدرسه عالی بود، اونجا دوره 3 ساله فشرده تو 1.5 سال خوندم و از طریق همین کارت خبرنگاری که داشتم، مدرکی که داشتم، تونستم وارد سازمان بشم و آزمونی دادن اینجا.